سلام دوستان خوبم به کانال موسی و کیوان خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش زبان آلمانی رو از روی کتاب پلوس پونگ دوی سطح آی کتاب اولش یک تو این ویدیو میخوایم درس پنجم صفحه پنج و رو ادامه بدیم قبل از اینکه بریم آموزش رو داشته باشیم خواهش میکنم از دوستانی که هنوز کانال خودشون رو سابسکرایب نکردن برن بکوبن این دکمه سابسکرایب و زنگولهش فعال بکنن و بیان دو جمع ما بریم ما هم آموزش رو داشته باشیم خب اون بالا نوشته wishbet ist es. یعنی این چقدر دیر هستش به صورت لغت به لغت ولی منظور اینه که ساعت چنده. اگر تو زبان آلمانی میخواید ساعت رو یکی بپرسید باید بگید wishbet ist es یعنی ساعت چنده. اینجا تو این قسمت میخوایم یاد بگیریم که چجوری بگیم ساعت چنده و چجوری جواب بدیم که مثلا الان چه ساعتی هستش ببینید. یک ساعت کامل ما داریم مثلا ساعت 9 ساعت 10 ساعت 11 یه ساعت نصفه داریم یعنی ساعت 9 و نیم 10 و نیم 11 و نیم یه ساعت مثلا یک چهارم داریم مثلا 10 و رب 11 و رب 12 و روب و حالا یه یک چهارم از اون ور داریم یعنی 10 و 45 دقیقه 11 و 45 دقیقه اینها مهم هستن که الان همش رو اینجا یادتون میدم خب اون پایین نوشته 1 آ اورت سایتن. اورت سایتن یعنی زمان ها دی اورت سایت یعنی زمان و در حالت جمع میشه دی اورت سایتن آخرش ای میگه یعنی زمان ها فراگن یعنی و انتورتن یعنی بپرسید اون و انتورتن ینی یعنی شما جواب بدید سوال جواب درست بکنید برای ساعت ها خب ببینید برای گفتن یک ساعت کامل مثلا ما از دوازده شب شروع میکنیم میگیم 12 بعد یه او بغلش میذاریم 12 او 12 او میشه 12 شب بعد به همین صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ظهر همینجوری اعداد رو میگیم یعنی میگیم 1 او 2 او 3 او میبینید ببینید دی او یعنی ساعت در حالت مفرد و در حالت جمع دی او یعنی ساعت ها آخر ان میگیره دی او ساعت ها خب وقتی میخوایم بگیم مثلا ساعت یکه میگیم این او دیگه یعنی ساعت یک توی یعنی ساعت دو درای او ساعت سه ببینید همجور که گفتم تا دوازده زور بعد میشه یک زور باز میتونیم در حالت غیر رسمی بگیم این او توی او تا دوازده شب دیگه در حالت غیر رسمی ولی در حالت رسمی بعد از دوازده زور به بعد میخوایم ساعت کامل بگیم بعد بگیم 13 14:00، 14 اوه 15 اوه به همین صورت تا مثلا 22 اوه 23 و بعد 12 شب میشه توی ادارجات و توی به صلاح مکانهای رسمی هم میشه ساعت که میخوام بگم مثلا توی گشفت ها یا مغازه ها هر جا که میبینید در طی روز یعنی از دوازده زور تا دوازده شب رو به صورت 13 14 15 میبینید 16 17 18 19 20 21 22 23 اینجوری نوشته که میشه 13 و 14 و همینجوری که بهتون گفتم این در حالت رسمیه در حالت غیر رسمی همون اعدادش رو میتونید بگید یعنی همون 1 2 3 4 5 تا 12 شب خب برای گفتن مثلا نصف یک ساعت مثلا میخوایم بگیم ساعت 9 و نیمه یا 10 و نیمه میبینید به همین سرعت ما باید از کلمه help استفاده بکنیم ولی دقت بکنیم. نکتهش اینه که مثلا اگر میخواید بگید نه و نیم مثلا صبح باید بگید ساعت مثلا نصف ده میدونید مثلا باید بگید help ten assist help ten که میشه ساعت نه و نیمه صبح ولی دیگه دقت بکنید او نمیگیم یعنی میگیم همون help ten تموم شد یعنی نه و نیم assist help ten یعنی ساعت نه و نیمه. خب این نکتهش هستش پس برای گفتن نصف یک ساعت از حال استفاده میکنیم و ساعت بعدیش رو باید بگیم و دیگه اوان نمیگیم مثلا برای ساعت ده و نیم باید بگیم اسیست حال الف میبینید این هست ساعت ده و نیم ده و نیم رو گفتیم الف یعنی نصف یازده دیگه یا مثال دیگه مثلا برای گفتن ساعت 8 و نیم صبح خب ما باید بگیم نصف نه دقت بکنی و بگیم نصف نه یعنی چی؟ یعنی اس است halb نوین این هست نصف نه دیگه او هم نمیگیم یعنی ساعت هشت و دیگه بس دقت بکنید اینو خب این برای حالت غیر رسمی شما میتونید از ساعت دوازده شب تا دوازده ظهر و بعد دوازده ظهر باز تا دوازده شب به همین صورت ساعت ها رو بگید مثلا میخوایم بگیم چار و نیمه بعد از ظهر میگیم نصف پنج دیگه اسیست هالب فونف یعنی این چار و نیمه بعد از ظهر آره. ولی دقت بکنید برای حالت رسمی از ساعت دوازده ظهر تا دوازده شب دیگه هالب نمیگن میگن اس ایست فیرتسین و درایسیش پس دقت بکنید برای حالت رسمی از ساعت دوازده ظهر تا دوازده شب ما دیگه از هالب استفاده نمی کنیم و برای گفتن نصف یک ساعت مثلا می خايم بگيم ساعت 12 و نیم می اس ایز 12 و 30 یعنی یا برای 1 و نیم می اس ایز 13 و 30 یا برای 2 و نیم می اس ایز 14 30 یا برای 10 و نیم می اس ایز 22 و 30 یا 10 و نیم 23 و 30 پس فرمولش به این صورت میشه که می گيم اس ایز بعد ساعت رو میگیم مثلا 12 باشه میگیم 12 13 سی، باشه میگیم 13 14 باشه میگیم 14 همینجوری میره جلو بعد میگیم او بعد میگیم 16 16 همون نیمشه دیگه یعنی چی 12 و نیم یا یک و نیم یا دو و نیم یا ده و نیم ببینید به همین صورت خب تا اینجا ساعت کامل رو نصف یک ساعت رو به حالت رسمی و غیر رسمی یاد گرفتیم حالا میخوایم برای یک چهارمش یا مثلا ده و روب یا ده و چل و پنج این رو میخوایم یاد بگیریم لغت ما هست فیرته فیرت میشه یک چهارم چیزی حالا میخوایم بگیم از ده گذشته یه روب از ده گذشته باید بگیم از ناخ استفاده کنیم حالا باید بگیم یک روب به مثلا یازده مونده باید از فور استفاده بکنیم مثال مثلا میخوایم بگیم ده و روب خب بعد بگیم اس ایست فیرتل ناخ تن میبینید فیرتل ناخ یعنی پونزده دقیقه گذشته از حالا ساعت رو میگیم ده دیگه تن میشه ده پس میگیم ده و میگیم اس ایست فیرتل ناخ تن میبینید دیگه او باز نمیگیم مثل اون نصف یک ساعت ما اینجا دیگه باز او نمیگیم فیرتل ناخ تن یعنی ساعت ده و حالا برای گفتن ساعت 10 و 45 مثل یک نصف ساعت بود باید ساعت بعدیش رو بگیم یعنی چی یعنی باید بگیم اس اس فیرت فور یعنی یهو مونده به چی ساعت بعدیش دیگه 10 و 45 بعد بگی یهو مونده به 11 دیگه میشه اس اس فیرت فور 11 یعنی ساعت 10 و 45 دقیقه است بازم برای حالت رسمی گفتیم از ساعت دوازده زور تا دوازده شب دیگه به صورت سیزده چهارده گفته میشه و فرمول همین هستش دیگه باید بگیم مثلا برای ساعت یک و به زور میگیم اس ایست فیت نخ 13 دیگه نمیگیم فیت ناخ اینس یا برای مثلا ساعت یک و چل و پنج دقیقه زور در حالت رسمی میگیم اس ایست فیرت فور فیرت فور یعنی ساعت اه, یه رو مونده به دو یا یک و چلو پنگ دقیقه در حالت رسمی هستش دیگه نمیگیم فیرت فور توائی میبینید این برای حالت غیر رسمی هستش برای حالت رسمی بگفتیم دیگه از ساعت یک زور تا دوازده شب دیگه به صورت سیزده چارده به این صورت گفته میشه خب حالا برگردیم به تمرین الان یاد گرفتیم چجوری ساعت کامل رو بگیم نصف یک ساعت رو بگیم یک چهارم یک ساعت رو قبل یا بعدش رو بگیم در حالت رسمی و غیر رسمی شم یاد گرفتیم خب تمرین میگه اون اولیه ساعت نه دیگه ساعت نه صبح میخوایم بگیم ساعت نه صبح میگیم نوین اوه گفتیم ساعت کامل رو میگیم عددش رو اینجا 9. و یه او بغلش میاریم دیگه 9 او اسیس 9 او یعنی ساعت 9 حالا بعدی ساعت 9 و نیم صبح دیگه گفتیم برای نصف اون از هالب استفاده میکنیم و ساعت بعدیش رو میگیم چون میخوایم بگیم نصف ساعت بعدیش دیگه اینجا مثلا 9 و نیم میشه نصف 10 دیگه میگیم اسیس هالب سن یعنی این هست نصف 10 یا همون نهونیم دیگه او هم گفتیم نمیگیم اسیس هالب سن یعنی ساعت نهونیمه بعدی ساعت نه و 45 دقیقه است گفتیم برای یک چهارم چیزی از فیرتل استفاده میکنیم اینجا یک روب مونده به ساعت ده دیگه دیگه گفتیم که اگر میخوایم بگیم یک روب مونده به ده باید از لغت فور استفاده بکنیم یعنی قبل از بعد ساعت بعدیش که اینجا 9:45 میشه 10 دیگه قبل از 10 یعنی یک ربع قبل از 10 یه ربع مونده به 10 که میشه همون 9 و 45 دقیقه یعنی میشه اس ایست 14 یعنی یک ربع قبل از 10 یا یعنی همون 9 45 دقیقه بس اسیست فیرتل فور سن همونجور که مثل نصف یک ساعت گفتیم دیگه اینجا هم او دیگه نمیگیم بعدیش ده و روب رو داره به ما اشاره میکنه گفتیم که برای گفتن یک روب یا یک چهارم چیزی از لغت فیرتل استفاده میکنیم حالا بعد از یک ساعت باشه از لغت ناخ استفاده میکنیم اینجا ده و روب به دیگه یعنی و پونزده دقیقه اینجا میگیم فیرت نخ ساعت چند ده فیرت نخ سن یعنی ده و رو فیرت نخ سن حالا سوال میگه که سوال جواب بکنید اونجا هم خودش نمونه داده انتشور لگنزی انتشور لگنزی یعنی ببخشید در حالت رسمی ویش بت است است یعنی ساعت چنده و جواب میدید اس 9 Uhr. این ساعت 9 یا مثلا بگید ان چول وی اس یعنی ببخشید ساعت چند اس ایز 10 این ساعت مثلا 9 و برای دومی ببین دقت بکنید به جای هاگ 10 شما میتونید بگید اس ایز 9 او 30 یعنی به این صورت هم میتونید بگید مثل حالت رسمی بود از ساعت یک زور به بعد حالت رسمی رو گفتیم همشه برای نصفش اینجوری میگیم دیگه برای اینم میتونید اینجوری بگید یعنی اینجوری میتونید بگید اس ایست نوین او این اینم میتونید بگید برای بعدی انچول لگنزی ویش به دیستس ببخشی ساعت چنده اس ایست فیرت این هست به صلاح یه روب مونده به ده یا شما این هم به این صورت میتونید بگید اس ایست 9 45 میبینید مثل همون دقیقه میتونید بگید چلو es 9 میبینید میشه 45, می 45 می چلو 9 میشه ساعت 9 دیگه بعدی میگه انچول لگنزی ببخشید ساعت چنده اس ایست این هست ساعت مثلا ده و ربع یا 1 ربع از 10 گذشته می بینید اینو به این صورت هم میتونید بگید اس ایس تن اوه اس 10 و 15 اس اس 10 و یعنی این ها ساعت 10 15 ربع 10 و ربع می بینید به این صورت هم میتونید بگید برای پایینیا می بینید دقت بکنید ساعت رو اگر شما اول وسط نصف بکنید نصفه دست راستتون رو همیشه با ناخ می و نصفه دست چپتون رو همیشه با فور میگید. مثلا اینجا که گفته 10 و 20 دقیقه شما هم میتونید ساعت کامل رو بگید یعنی بگید 10 ساعت 10 و 20 دقیقه به این صورت میتونید بگید یا هم میتونید بگید 20 دقیقه از 10 گذشته به این صورت هم میتونید بگید یا میتونید بگید 10 دقیقه مونده به ده و نیم اینجوری هم میتونید بگی و سه مدل شد حالا با هم دیگه بررسی میکنیم خب مدل اول میخوایم بگیم ساعت ده و بیست دقیقه است میگیم اس ایست تن او توانسیش اس ای او یعنی هر ساعت ده توانسیش بیست میبینید ساعت ده و بیست دقیقه است اس ایست تن او توانسیش حالا میخوایم از ناخ استفاده بکنم اینجوری که خودش نوشته توانسیش ناخ تن میبینید 20 دقیقه از ده گذشته میخوایم اینجوری بگیم خب اینجوری بخوایم بگیم گفتیم از نصفه راست ساعت رو به دو نیم تقسیم نصفه راست همیشه ناخ میشه خب چقدر گذشته از ده 20 دقیقه دیگه بس میشه 20 بعد ناخ ساعت چند سن یعنی 20 دقیقه از ده گذشته 20 ناخ سن میبینید حالا 22 دقیقه بود میگیم 22 مثلا 25 دقیقه بود فون فون 20 ناخ سن به همین صورت یا مثلا به صورت اولی میشه 10 و 25 میگیم 10 و فون هون توانسش. میبینید حالت سوم گفتیم میخوایم بگیم 10 دقیقه مونده به 10 و نیم دیگه گفتیم از مونده لغت فور استفاده میکنیم یا جهت عکس اقربای ساعت فور میشه حالا ساعت ده و نیم هم گفتیم میشه half 11 دیگه میخوایم بگیم 10 دقیقه مونده به 10 و نیم میگیم اس ایست سن فور 11 میبینید یعنی 10 دقیقه مونده به ساعت دهونیم. و نیم پس متوجه شدید دیگه ما سه حالت میتونیم ساعت رو بگیم اگر ساعت کامل نباشه نصفه ساعت نباشه یا به یک چهارمش نباشه اونا بررسی کردیم لغت خودش رو داشت بقیهش رو سه مدل میتونیم بگیم میتونیم بگیم ساعت مثلا ده و بیست دقیقه است میتونیم بگیم اس ای سن یا میتونیم بگیم 20 دقیقه از ده گذشته اس ایس 20 نخ یا میتونیم بگیم 10 دقیقه مونده به ده و نیم اس ایس 10 فور هالب الف بعدیش گفته فون فور هالب الف فون فور یعنی 5 دقیقه قبل از هالب الف قبل از ده و نیم دیگه گفتیم که برای به نصف یک ساعت همیشه ساعت بعدی رو میگه میگه نصف یازده که میشه ده و نیم بعد گفتیم که 5 دقیقه قبل از بخوایم بگیم از فور استفاده میکنیم میشه 5 قبل از 10 و نیم که میشه 10 و 25 دقیقه خب گفتیم دو مدل دیگه هم میتونیم اینو بگیم میتونیم بگیم 10 و 25 دقیقه یا اس است 10 او 25 10 یعنی ساعت 10:25 یعنی 25 هم منظور دقیقه هستش و یه مدل دیگه میتونیم بگیم اس است 25 ناخ 10 یعنی 25 دقیقه بعد از 10 دیگه نخ گفتیم میشه بعد از بعد از 10 بعدیش گفته 5 نخ هالب 11 فون 5 دقیقه نخ بعد از هالب 11 گفتیم که نصفه یک ساعت همیشه هم از ساعت بعدیش میشه دیگه نصف 11 یعنی همون 10 و نیم میگه 5 دقیقه بعد از 10 و نیم منظور همون ده و 35 دقیقه است این یه مدل گفتن یه مدل دیگه هم گفتیم که همون 10 و 35 رو بگیم دیگه میگیم اس ای 10 او 35 یعنی یعنی 10 و 35 دقیقه و یه مدل دیگه گفتیم که اگه ساعت رو به دو نیم تقسیم کنیم نیمه دست راست و نیمه دست چپ این الان تو نیمه دست چپشه و مدل آخرش به این صورت میشه که es ist 25 vor 11 یعنی 25 دقیقه فور قبل از 11 یعنی ساعت 11 یعنی 25 دقیقه قبل از 11 یا همون 10 و 35 دقیقه میشه es ist 25 11 آخرش هم گفته 20 vor یعنی 20 دقیقه قبل از 11 یا همون 10 و 40 دقیقه که میتونیم اینجوری هم بگیم اس ist 10 Uhr فیتسیش یعنی همون ساعت ده و چل دقیقه یا اس ایست تسین ناخ حالب الف اس ایست تسین یعنی ده دقیقه ناخ بعد از حالب الف همون ده و نیم میشه ده دقیقه بعد از ده و نیم یا همون میشه ده و چل دقیقه و همون جوری که تمرین گفته میگه سوال جواب درست بکنید همون جوری که بهتون داده مثلا لگنزی ویش پتیست اس ببخشید به صورت رسمی ساعت چنده بعد این ساعت های مختلف رو دیگه کامل بهتون یاد دادم میتونید به صلاح و ساعت های مختلف تمرین بکنید تا خوب, خوب 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 یادش بگیرید خب تمرین بعدی آینس به میگه ویش بد یعنی این چند دیره هست یعنی ساعت چنده اگنسنزی سنزی دی غاین یعنی کامل بکنید شما دی این دنباله رو خب حالا دنبالی یعنی چه یعنی داره میگه ساعت 11 میگه 11 و 5 دقیقه 11 و 10 دقیقه 11 همینجوری این منظور از دنباله این هستش خب اولی میگه اس ایست الف او اس ایست الف او یعنی ساعت 11 ساعت کامل رو گفتیم یه او میاریم بعد عدد رو بهش اضافه میکنیم دیگه خب بعدی میگه اس ایست فونف نخ الف فونف نخ یعنی 5 دقیقه بعد از الف بعد از 11 که میشه 11 و 5 دقیقه دیگه بعدیش میگه اس ای الف یعنی ده دقیقه بعد از الف یازده یعنی یازده و ده دقیقه و بعد از اون میشه پونزه دقیقه دیگه درسته این قایه یعنی ردیب دنباله یعنی اینجوری میشه که میشه اس ایست فیرتل نخ الف گفتیم یروپ رو یا پونزه دقیقه رو بهش میگیم فیرتر ناخ هم گفتیم نیمه اگه ساعت رو به دو نیمه تقسیم کن نیمه راستیه میشه ناخ یعنی بعد از ساعت چند اینجا ساعت 11 یا 11 گفته دیگه بس میشه اس ایز 14 ناخ یعنی یه رو بعد از 11 یا همون 11 و ربع اینجوری هم میتونیم بگیم اس ایز 11 و 15 نه میتونیم بگیم ساعت 11 و 15 دقیقه شماره 2 میگه اس ای 12 و اس ایس این هات 12 و یعنی ساعت 12 دیگه گفتم ساعت کامل همیشه عدد رو میگی بعد یه اوه بعدیش میگه اس اس فیرتن ناخ 12 فیرتن یعنی یک رب یا 15 دقیقه ناخ یعنی بعد از 12 بعد از 12 یعنی 12 رب دیگه درسته بعد از اون میگه اس اس هالب اینس اس اس این هست هالب گفتیم نصف ساعت با هالب میاد اینس نصف یک گفتیم نصف ساعت رو همیشه ساعت بعدیش رو میگیم یعنی الان میخوایم بگیم مثلا 12 و نیم میگیم نصف یک دیگه اس از هالب اینس یعنی همون 12 و نیم بعد از اون یعنی قایه یا ردیفش دنبالش یه رو بیرو رفته بعد از اون میشه 12 و 45 دقیقه که اینجوری بعد بگیم اس است فیرتل فور اینس فیرتل یعنی 15 دقیقه یا یعنی یه فور قبل از اینس یک یعنی یه رو قبل از یک همون 12 و 45 دقیقه گفتیم به این صورت هم میتونیم بگیم اس از 12 او یعنی ساعت 12 و 45 45 یعنی 45 دقیقه 12 و 45 به این صورت هم میتونیم بگیم شماره 3 میگه اس ایست این او اس ایست این هست این او ساعت یک دیگه گفتیم ساعت کامل عدد رو میگیم یه اوه بهش اضافه میکنیم بعدیش میگه اس ایست هالپ سوای هالپ سوای گفتیم یک و نیم رو نصف دو میگیم دیگه خب نصف دو میشه هالپ سوای که همون میشه ساعت یک و نیم و آخرش میشه میبینید نیم ساعت نیم ساعت رفته دیگه ردیف یا دنبالش نیم ساعت نیم ساعته خب بعد بعدیش میشه دو دیگه اس ایس توی او میبینید ساعت کامل عدد رو میگیم توی بعد او یا همون ساعت بهش اضافه میکنیم اس ایس توی او میبینید حالت گفتیم غیر رسمی دیگه چون از دوازده ظهر تا دوازده شب اگر حالت رسمی بود بعد به صورت فیتسین او هم میگفتیم یعنی ساعت 14. خب اینجا که توای او ها گفتیم به صورت غیر رسمیه خب بریم سراغ تمرین توای هرنزی یعنی بشنوید شما میبینید یه بلنگو کشته یعنی قسمت سی دی داره باید از روی سی دی گوش بدید تا شنواییتون هم نسبت زبان آلمانی قوی بشه خب میگه wie ist es یعنی این ساعت چنده حالا kreuzen an an یعنی تیک بزنید شما باید بریم دیالوگا رو بشنویم ببینیم چه ساعتی رو میگه بیایم اینجا تیک بزنیم خب متن مکالمه صفحه 191 کتاب من الان متن مکالمه رو اینجا میذارم و بعد برمیگردیم که جواب سوال رو بدیم خب همینجوری که میبینید چهار تا مکالمه داده و توی سوالم برای هر مکالمه دو تا ساعت داده بود که ما باید بین دو تا ساعت انتخاب میکردیم که چه ساعتی رو تو مکالمه گفته خب من الان دونه دونه مکالمه ها رو میبرم جلو مکالمه اولی میگه انترولیگونگ ویش سیس نه، میگه، انتشولیگم به وقت است؟ این ساعت شانده. بعد جواب میده، سیس هفت یعنی نصف شش دیگه. یعنی منظور پنجشونیم. میگه، این ساعت پنجشونیه. بعد میگه، آخ نه، نه ببخشید اس شد. این نصف هفته، نصف هفت یعنی چی؟ یعنی شششونیم. این ساعت شششونیه. اون جواب میده، آخ یعنی توش شد. منظور این دیگه که اینجا میگه دیرم شد ببین شون یه گرامر داره که سر وقت خودش در موردش کامل توضیح خواهیم داد بس دیالوگ اولی ساعت چند شد ساعت شیش و نیم شد هلب زیون یا همون شیش دیالوگ دومی میگه مخ شنل اسیس شون توانسیش نخ زیون ده بوس فت این تین منوتن ناین اسیس اس فیرتن نخ زیون وی هاو نخ سایت اخ سو دانیس گوت میگه ماشنل یعنی زود باش عجله بکن ماشنل یعنی زود باش عجله بکن اس چون شون 20 ناخ 7 این هاست 20 بیس دقیقه ناخ بعد از 7 هفت یعنی چه یعنی 7 و 20 دقیقه منظورشه دیگه میگه الان 7 و 20 دقیقه است در بوس اتوبوس فرت میره این 10 مینوتن دا 10 دقیقه دیگه. یعنی اتوبوس 10 دقیقه دیگه میاد منظورش اینه بعد میگه ناین نا اس ایست erst viertel nach sieben. این هست viertel یعنی چی؟ پونزده دقیقه نخ بعد از زیبه بعد از هفت یعنی چی؟ یعنی ساعت هفت و ربه خب وی نخت ساید ما هنوز سایت داریم زمان داریم اخسو بعد میگه اها دن ایست گود خب از دیالوگ دومی ساعت چند شد؟ ساعت هفت و رب شد فیرت نخ 7 هفت و ربع. دیالوگ سوم میگه وان اون این سوائش دو Stunden.

بعد میگیم که آره ما تو این ساعت اونجا هستیم ایش بین من هستم اوم فی او در ساعت چهار دا اونجا پس خلاصه وار بهتون بگم برای پرسیدن ساعت از وان استفاده میکنیم یعنی کی و وقتی میخوایم جواب بدیم بعد اوم بعد ساعت رو بگیم بعد او رو بگیم بگیم اوم 2 او اوم درای او اوم هالب اینس وقتی هالب اینس بگیم دیگه اوه نمیگیم یا اوم فیرت نخ الف میبینید دیگه اوه نمیگیم یا اوم فیرت فور 12 دیگه اوه نمیگیم مثل همون قواعدی که یاد گرفتیم هستش فقط اینجا باید اوم بگیم یادتون نره و برای ساعت کامل هم که گفتیم اوه باید بیاریم ادامه میده ازو این 2 دونه ازو یعنی تقریبا این 2 دونه در دو ساعت تقریبا دو ساعت دیگه ببینید وقتی میخوایم بگیم مثلا در یک ساعت دیگه در نیم ساعت دیگه مثلا بگیم این 2 stunden یعنی در دو ساعت دیگه یا این 10 minuten یعنی در 10 دقیقه دیگه یا این 20 minuten 20 دقیقه دیگه یعنی دیگه من 20 دقیقه دیگه اونجا یا من یه ساعت دیگه اونجا یا اتوبوس نیم ساعت دیگه میاد مثلا اینجوری بخوایم بگیم میاد مثلا در 20 دقیقه دیگه یا نیم ساعت دیگه میام این بعد بیاریم به علاوه اون مقدار زمانی که مد نظر هستش ادامه میده 9 نه نا این 2 1/2 2 1/2 یعنی دو ساعت و نیم میبینید توی ای این هب شتونن یعنی دو ساعت و نیم میگه نه در دو ساعت و نیم دیگه اس ایست یتس این هست حالا هالب 2 هالب 2 یعنی چی یه نصف دو یعنی ساعت یک و نیمه یارو گفته بود که من ساعت چهار اونجا هستم یعنی دو ساعت دیگه این میگه نه دو ساعت و نیم دیگه چرا چون الان ساعت دو نیست که دو ساعت بعدش بشه چهار الان یک و نیم دو ساعت و نیم بعدش میشه چهار بعد ساعت اینجا کنیم شد. دیالوگ آخرم میگه it is as 243 میگه jetzt حالا ist es in 20 bis 4 gablas 3 gablas 20 قبل از 3 یعنی چی um یعنی 2:40 هست دیگه. پیتر کومت اوم 3 اور. پیتر یعنی پیتر کومت میاد اوم تقریبا 3 اوا. در ساعت 3 میاد. ببینید برای پاسخ دادن ساعت از اوم استفاده میکنیم حالا اگر ساعت کامل باشه او میاریم اگر نباشه گفتیم که دیگه او نمیاریم اینجا میگه پیتر کمت اوم دای او یعنی پیتر ساعت سه میاد یا مثلا میتونید بگید ایش کم این 20 مینوتن من در 20 دقیقه دیگه میرسم یعنی من 20 دقیقه دیگه اونجا هم. اینجوری میتونید بگید این بعد بیارید دقت بکن حالا اگر ساعت دقیق بخواید بگید میتونید بگیم ich bin um مثلا 2 Uhr دا. ich bin من هستم um 2 Uhr ساعت 2 میبینید ساعت بخواید بگید بعد um و اور بیارید خب ساعت هم اینجا دو چه دقیقه شد خب برگردیم به تمرین خب توی دیالوگ اولی چی بود halb زیبن بود یا همون ساعت شیشانیم دیگه اینجا 6 کدومه دومیه داره رو نشون میده دیگه اولی پنجانیم غلطه توی دیالوگ دومی گفته چی؟ گفته فیرت نخ زیبن یعنی یه رو بعد از هفت یا همون هفت و رو اینجا درست هستش که دومیه هفت و بیست دقیقه در نشون میده غلط دیالوگ سومیه گفته چی؟ گفتش الان اس ایست شون هلپ سوای الان ساعت یک و نیمه بعد گفتش سوای این هلپ شدونه یعنی دو ساعت و نیم دیگه تو اونجایی که همون میشه ساعت یک و نیم درست بود دیگه توی دیالوگ سومی و آخریه چی بود؟ آخریه بود 24 درای یعنی 20 دقیقه قبل از سه پیتر میرسه یا یعنی اون دو چل دقیقه اینجا درست هستش خب تمرین بعدی درای آ همونجور که میبینید بلنگو داره یعنی قسمت سی دی داره باید از روی سی دی گوش بدید تا شنوایتون هم نسبت به زبان آلبانی خوب بشه میگه هرن زی دن دیالوگ اون لیزن مید میگه هرن یعنی بشنوید شما دن دیالوگ این دیالوگ رو و لیزن زی میت میت یعنی باهاش بخونید یعنی همچین که میشنوید با چشمتونم دنبالش بکنید و بخونید خب میگه انتشور یعنی ببخشید این فقایه یه سوال داره وان بگین ده کورس وان یعنی کی شروع میشه ده کورس این کلاس کی شروع میشه خب اینجا بگینن فعل جدید اون هست یعنی شروع شدن یه فل، با قاعده هستش ایش بگینه یعنی من شروع میکنم دو بگینس یعنی تو شروع میکنی ارزی اس بگیند یعنی او شروع میکنه وی بگینن یعنی ما شروع میکنیم ای بگیند یعنی شما شروع میکنی زی بگینن یعنی آنها شروع میکنند ادامه میده که میخواد جواب بده میگه کورس کی شروع میشه حالا در جواب این که میخوایم ساعت بعد بگیم دیگه پرسیده کی شروع میشه ما باید ساعت بگیم خب اینجا میخوایم ساعت بگیم گفتیم از اون بعد استفاده بکنیم بعد زمان رو بگیم خب میگه در کورس یعنی این کورس بگین شروع میشه اوم میبینید میخواد ساعت بگه دیگه اوم فیرت نخ نوین فیرت یه روب نخ بعد از نوین یعنی نه روب دیگه خب فیرت نخ نوین دیگه اوه اینجا نمیگیم و در ادامه میگه دانکه مرسی تشکر میکنه خب ببینید این دیالوگ رو باید حسابی گوش بدید یعنی این قسمت بسیار مهمه و حسابی گوش بدید تا گوشتون به ها زمانها، آشنا بشه های مختلف رو برای خودتون تمرین بکنید این, تا این به سلا درس خیلی خیلی مهم هستش خب تمرین آخر غایبه میگه یه دوچ کورس دوچ کورس میشه کورس زبان آلمانی تون دیگه ایه یعنی کورس زبان آلمانی شما رسمی داره میپرسه فرگن اون انتوردن زی فرگن اون انتوردن یعنی سوال جواب بکنید خب قبل از اینکه بریم ببینیم تمرین چی میگه اونجا توی باکس نوشته او سایتن او سایتن یعنی زمان ها وان یعنی کی اوم وی او یعنی در چه زمانی خب بعد جواب داده اوم آخت او در ساعت هشت خب اینجا گرامر این قسمت هستش ببینید برای پرسیدن زمان شما هم از وان یعنی کی یا چه وقت استفاده میتونید بکنید هم از اوم ویفی او یعنی در چه زمانی میتونید استفاده بکنید و در جوابم گفتیم اوم um میاریم به علاوه اون زمان حالا اگر زمان کامل بود باید بیاریم اگر زمان کامل نبود مثلا به صورت نصفه یا یک چهارم خواستیم دیگه اوه نمیاریم تفاوت وان و ویفیل هم تو این هستش که ببین وقتی وان میپرسید دیگه زمان دقیق براتون مهم نیست حدودی اوکی هستش ولی وقتی میپرسید اوم ویفیل اوه یعنی در چه زمانی دقیقاً زمان دقیق رو میخواید یعنی حتی با دقیقش میخواید ولی وقتی وان میپرسید حالا حدودی مثلا دو ساعت دیگه نمیدونم ساعت اینجوری مد نظره ولی برای اون ویفیل باید حتما زمان دقیق رو بگید این هم دقت بکنید خب بریم سراغ تمرین تمرین 6 تا اینجا به ما سوال داده نوشته وان بگین در کورس وان یعنی کی بگین شروع میشه در کورس این کورس شروع میشه و جواب داده در کورس بگیند اوم مثلا این کورس شروع میشه اوم حالا باید یه ساعت بگه اوم مثلا درای اوه ساعت سه یا اوم فیرت نخ مثلا 12 فیرت نخ سویف یعنی یه رو بعد از دوازه یعنی دوازده رو ببینید دیگه اوه نمیاریم اینجا میخواد تمرین بکنید که وقتی برای به یک زمان میپرسید از اوم و اون زمان باید استفاده بکنید اگر هم ساعت کامل باشه او میارید اگر ساعت کامل نباشه مثل مثالی که زدم دیگه او نمیارید خب شماره دو میگه وان کومنزی این رسمی پرسیده وان یعنی کی کومنزی شما میاد کی میاید بعد در جواب باید بگیم مثلا من میام ساعت فلان دیگه ایش کومه اوم مثلا 2 ایش که من میام um, ساعت دو میام مثلا اینجوری شماره سه میگه وی بگین دی پاوز گفتیم به جای وان از اوم um, او میتونیم استفاده بکنیم یعنی چه ساعتی گفتیم اینجا اگر اوم او بگییم ساعت دقیق رو میخوایم میگه تو چه ساعتی بگین شروع میشه دید پاوزه استراحت رو بهش میگن آلمانیا پاوزه یادتون نره میگه چه ساعتی پاوزه داریم چه ساعتی پاوزه شروع میشه جواب میدیم دی پاوز بگیند یعنی این وقت استراحت زمان استراحت شروع میشه اوم مثلا 12:30 در ساعت 12 و نیم یعنی ساعت دقیق باید بگیم یا مثلا اینجوری میتونیم جواب بدیم دی پاوز بگیند این 2 ساعتوندن یعنی استراحت شروع میشه در دو ساعت دیگه این دو ساعت دیگه پاوزه داریم به این صورت میتونیم جواب بدیم یعنی تو نره این به علاوه زمان یعنی در اون مدت زمانی که حالا قرار اتفاق بیفته شماره چهار میگه وان ended دی pause وان کی اندد حالا تموم میشه دی پاوزه این وقت استراحت تموم میشه بس لغت اندن یعنی پایان یافتن خاتمه یافتن میگه کی این پاوزه تموم میشه خب میگیم دی پاوزه اندد مثلا این 15 مینوتن مثلا این پاوزه تموم میشه در یه رو به دیگه یا دی پاوز اندت مثلا اوم دغایت سین او فیت سین مثلا در ساعت یک و چارده دقیقه پاوزه تموم میشه به این صورت و بعدی میگه شماره پنج وان اندت در کورس وان که اندت پایان پیدا میکنه در کورس این کورس جواب میدیم که در کورس اندت این دغای مناته یعنی این کلاس یا این کورس پایان پیدا میکنه در سه ماه دیگه ببینید به این صورت میتونیم جواب بدیم یا میتونیم بگیم در کورس اندت مثلا ام فیرتسین او ادغایسی. ساعت دو نیم مثلا کلاس تموم میشه اینجوری هم میتونید جواب بدید یا مثلا کل کورس رو اونجا تو اولی جواب دادیم مثلا کل کورس سه ماه طول میکشه یا اینجا ساعت همون کلاس که یارو توش هستش رو مثلا ملاک قرار دادیم میگه مثلا کلاس امروز ساعت دو نیم تموم شه. به این صورت و در نهایت آخری میگه وان گنزی نخوازه میگه وان کی گنزی شما میرید نخوازه به سمت خونه رسمی پرسه میگه کی میرید شما خونه و جواب میدیم که ای گیه مثلا اوم درائت او فومتسین. مثلا من ساعت یک و میرم حالا چی نخوازه سمت خونه یا ایشکیه این هالفش دنده نخوازه میگه ایشکیه من میرم این هالفش یعنی در نصف یک ساعت یعنی نیم ساعت دیگه این هالفش دنده نخوازه به سمت خونه خب دوستای خوب ببینید این تمرین رو حسابی با همدیگه داشته باشید حالا اگر یک پارتنر دارید با پارتنرتون اگر خودتون تنها هستید سعی کنید درست بکنید ساعت های مختلف رو با همدیگه تمرین بکنید یا خودتون تمرین بکنید گفتم بسیار درس مهمی هست و باید خوب 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 یادش بگیرید خب این آموزش هم اینجا تموم شد امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین تو ویدیوی بعدی صفحه 53 و, و ادامه خواهیم داد اگر از دوستان کسی هست که هنوز کانال خودش رو سابسکرایب نکرده بره همین الان کانال رو سابسکرایب بکنه و زنگولش هم فعال بکنه تا ویدیو بعد خدا نگهدار